در این پست سعی داریم تا به یکی از مهمترین نکاتی که در مورد برون فکنی وجود داره و در هیچ جا بهش اشاره نشده صحبت بکنیم. میدونیم که برون فکنی تجربه بسیار عالی و سراسر از رازها و رمزهایی هستش که میتونه برای هر انسانی مفید باشه و در مسیر زندگی و همچنین رسیدن به کمال انسان رو یاری بکنه. اما برون فکنی راه‌های بسیار زیادی داره و اما متاسفانه تکنیک‌هایی که در مورد برون فکنی وجود داره خیلی اوقات جواب نمیده و فرد از این توانایی منحصر به فرد دل سرد میشه. اولین نکته‌ای که باید بدونید این هستش که برون فکنی توی ناخودآگاه تمام انسان‌ها سیوه و نیازی نیست که شما اون رو یاد بگیرید. یعنی برون فکنی به صورت پیش‌فرض در وجود تمام ما انسان‌ها وجود داره. در واقع هر شب هنگام خواب ما برون فکنی رو تجربه می‌کنیم، اما به صورت ناخودآگاه. و تنها کاری که نیاز هست انجام اینه که اطلاعاتی که برای ورود به این حالت نیاز هست رو به بخش خودآگاهمون بیاریم تا بتونیم به نحوی ارتباط ایجاد بکنیم و برون فکنی رو به دست بگیریم و به صورت ارادی انجامش بدیم. نکته حائز اهمیتی که برای انجام دادن این مهارت نیاز هست اینه که بین حافظه کوتاه مدت و بلند مدت ارتباط ایجاد بشه. دلیل این مسئله هم این هستش که زمانی که شما اطلاعات رو در حافظه بلند مدت سیو میکنید به راحتی میتونید اونها رو بازیابی بکنید، اما حافظه کوتاه مدت نهایتاً میتونه تا 9 فکر رو در خودش جای بده و بیشتر از اون نمیتونه گنجایش داشته باشه و برای همینه که بسیاری از اطلاعاتی که مستقیماً وارد حافظه کوتاه مدت یا موقت ما میشه بلافاصله از بین میره و درصد بسیار کمی از این اطلاعات اگر تکرار بشه میتونه وارد حافظه بلند مدت بشه. اون چه که ما بهش نیاز داریم اینه که قبل از خواب همه اون فرایندی که باعث شده ما به حالت خواب فرو بریم رو باید به یاد داشته باشیم و زمانی که بتونیم فرایند خواب رو سیو بکنیم، کم کم پل ارتباطی ما بین ضمیر ناخودآگاه و همچنین اتصال حافظه کوتاه مدت به بلند مدت قوی تر میشه و در نهایت میتونه منجر به انجام یک برون فکنی موفق بشه. یکی از مهمترین تکنیک هایی که میتونه به شما کمک بکنه که به راحتی اطلاعات رو به یاد داشته باشید نوشتن خواب هستش. هنگامی که ما بین حالت خواب و بیداری قرار میگیریم و ذهن ما لحظه به لحظه داره نزدیکتر میشه برای ورود به عالم خواب، میزان افکار کم میشن اما سرعت اونها بسیار زیاد میشه و اینه که ممکنه ما تا قبل از اینکه به خواب بریم اطلاعات رو داشته باشیم، اما به محض اینکه به خواب فرو میریم تمام اون اطلاعات از حافظه موقت ما پاک میشن و درصد بسیار کمی از اون اطلاعات باقی میمونن که به محض اینکه از خواب بیدار میشیم در حافظه ما سیوه، اما یه مدت که میگذره تمام اون اطلاعات پاک میشن. تکنیک نوشتن به شما کمک میکنه که اون اطلاعات کوچیکی که بعد از بیدار شدن هنوز در حافظه شما باقی مونده رو توی یک دفتر ثبت بکنید و بتونید اونها رو در طول روز بخونید. بهتر شب قبل از خواب یک دفتر و یک قلم رو بالای سرتون بذارید و بلافاصله بعد از اینکه از خواب بیدار شدید تمام اون وقایعی که از خواب به یاد دارید رو توی دفتر یادداشت بکنید. اصلا مهم نیست که اطلاعات به چه صورت باشن، حتی اگر شکسته بسته باشن و حتی اگر اطلاعات کاملا به صورت سردرگم باشن باز هم ایرادی نداره. مهم این هستش که ما بتونیم ارتباط مؤثری بین ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه ایجاد بکنیم. زمانی که شما بتونید اطلاعات رو سیو بکنید و نگه دارید، رفته رفته این فرایند برای شما با کیفیت بیشتری انجام میشه و در نهایت میتونید به تمامی رخدادهایی که قبل از مراحل خواب اتفاق میفته مسلط بشید و هنگامی که به خواب فرو میرید به راحتی میتونید از کالبد جسمی خودتون خارج بشید. البته یادتون باشه که وارد شدن به حالت برون فکنی باید از 3 مرحله کلی بگذره که نوشتن تنها یکی از شاخه‌های یکی از اون مراحله. در پست‌های بعدی در رابطه با انجام برون فکنی تخصصی بیشتر صحبت می‌کنیم. شاد و پیروز باشید.